این هفته به مناسبت نوروز ملاقات با یک مخترع ساز در جنوب اسپانیا، با چرخش میشه شنیدن موسیقی اسپانیایی و اسپانیای ایرانی و ساز جدیدی در غار ماقبل تاریخ. درود، خوش اومدین به مالاگا، جنوب اسپانیا، به اندلوس، سرزمین موسیقی فلامینکو، سرزمینی که مسلمان‌ها چند صد سال پیش تسخیرش کردن و ایرانی‌ها ادعا میکنن که اینجا گیتار اختراع کردن. اینو یه ایرانی میگه که پشت این درا در اسپانیا داره ساز سوئیسی میزنه. خبر اینجا پرورش لیمو کارخونه است. مجید کرمی، خوب هستی؟ مرسی. خوب سلام، خوشحال شدم شما. میگن کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. شما خودتون مخترع ساز، سازنده، شما ساز سوئیسی میزنی؟ تو اسپانیا؟ آهنیه، شکسته به مصورت شکسته نیست، زده ضربه است. خیلی ساز عجیب غریبیه، شاید بشقاب پرنده است. این ساز توی سوئیس ساخته میشه به نام هنگ که شما چارپایه‌هاشو میسازی تقریبا. آره دیگه، این طرح منه برای این ساز که درست کردم. منم سازایی که ساخت اینجا خیلی جالبه. یه کارخونه سازسازی دارین شما تو اسپانیا؟ من دور و بر دنیا که میرم خیلی از سازای شما استفاده میکنن. جعبه چیه؟ این جعبه کاخونه که برای فلامینکو استفاده میکنن. میشن روش میزنن. میشن روش میزنن. کاخونه یعنی کارتون یا جعبه هستن؟ یعنی همچین معنی داره. کاخون میشه جعبه. وقت مال کجاست؟ اسپانیا؟ این از پرو، اصلش از پرو بوده، بعد الان تو اسپانیا زیاد مده و تو تمام دنیا اینو استفاده میکنن. و اینا چند تاش باید لاک الکل بخورد. ولی کار شما اصل کار این ساز هاست. من اول از همه با تنبک شروع کردم که الان این تنبکی که هستش با باد کوک میشه. سیستم بادیه. این زیر یه لاستیک هستش که موقعی که لاستیکو باد میکنید پوستو میکشه و راحت میشه. بله، اینم ونتیلشه برای تلمبه. تلمبه. اصلا کسی نمیخره. شوخی می‌کنم. من کسی نمیخره دیگه اینجا. و اینا سازایی که شما ترکیب کردی، ساز آفریقایی یا ایرانی رو. این جنبه است که معمولا با تناب اینو میکشن، پوستو میکشن. الان اینم باز من طوری درست کردم که با پیچ کوک میشه. ساز دیگه اینجا درست کردین که تقریبا ضرب زورخونه است. ضرب زورخونه است که از چوب درست شده. ضرب چوبخونه. چوبخونه. ضرب چوبانی شد. این دیگه کوکی هم هست؟ کوکیه و دیگه اون مشکل گرم کردن و هیتری که مرشد میذاره و تو تابستون و زمستون آها نداره، مشکل دیگه نداره. ولی بزرگیش درسته، همیشه درسته. 12 تا پیچ میشه اینو کوکش کرد و تو هر هوایی که باشه دیگه مشکل خاصی نداره. جاده ما بزنیم اینجا که این هوا هوا اونم هوایی نشه بره فروش بره یه دفعه. و شما یه سازی هم اختراع کردید از مجموعه این سازهایی که داشتید، کاخاتوم. ترکیب کاخان و تنبکه که اسم کاخاتوم اومده. 4 سال من روی این درام کار میکنم. این تکاملش اینجا میشه دید، مرحله تکاملیشو. اول این چارپایه رو درست کردم که یه دونه دمام از توش رد کردم که ببینم اصلا امکان پذیر هست یا نه. نشستم روش و ساز رو زدم و دیدم که جوابگوه. بعد این جعبه رو درست کردم، بعد این جعبه درست شده، جعبه های دیگه درست شده. سازهایی که شروع کردم به این صورت بوده که برای آزمایش تقریبا طوری درست کردم که 4 گوش باشه، پوست بکشم ولی جواب نداد. حتی پوستم کشیدم و به این صورت 4 گوش درست کردم، ساز 4 گوش درست کردم.
صداش خوبه ولی یه سری ایراده داشته که در نهایتش به این نتیجه من رسید. و این چند تیکه است این کاخون؟ 7 تیکه است که میتونی از هم بازش کنی، رو هم دیگه بذاری و 4 تا سازه که به دلخواه میشه مثلا 4 تا کاخون آویزون کرد، 4 تا ساز بوسی بهش آویزون کرد، هر جوری که نوازنده عشقش کشیر. و شما این ثبتش کردیم به سپوتون؟ به ثبت. مجید کرمی و ساز کاخاتوم در برنامه کوک اسپانیا. آها چیز جالبی شد. ولی خب این خودش دانشگاه باید بریم دیگه. اینم یکی دیگه از اون ابداعاته. اینم تقریبا ترکیب کاخون با 2 تا ساز کوبه‌ای که بهش وصل میشه و این سیستم کوکی این ساز به این صورته که با چرخش میشه. آها کلش کوک میشه؟ بله این کمپلت با چرخش کوک میشه. عجب. و تو فکر این هستم که ناقاره از توی این سیستم ناقاره هم درست کنم. چه جالب. پس شما اصلا چیز تمرکز شما توی کوک کردن ساز هاست نه؟ چون به صورت بادی این دمام رو کوک میکنیم درسته؟ بله. بعد به صورت بادی دف و حتی دف کوک میشه با باد کوک میشه. پس شما واقعا آقای کوک شما این اما من فکر کنم اسم معرفی کنم آقای کوک سازم اختراع کردین اینجوریه که دف دولبه است. دفیه که روش چوبه. بله این طرف کاخون گرده و این اسمش از مولتی درام و بین پا که قرار بدید بشینید بین پا دقیقا میشه کاخون. این صدای جنگ جنگش هم مال این فنراست نه؟ فنراست که میشه تغییرشون داد و قسمت پوستش هم با باد میشه کوک کرد. بابا اینم اختراع خودتون دیگه نه؟ اختراع خودم. اینم به ثبت رسیده به نام مولتی درام. اینجا لابراتوار سازه کوبه ای شده. اول فکرم کارخونه هست و اینم لابراتواره و اینم مال گذشته شماست. کار لوازم خونه شما. بله این یه تیکه چوب هستش که ضخامتش خیلی نازکه و نور از توش رد میشه و اینو قبلا ما درست کردم برای نون آب. نون و آب میشه ولی و هنر چون اینم یه کشوه. این چطوری کار میکنه کشوش؟ در نمیاد که. آها این سیستم داره. سیستم داره از پشت و یه سیزود 8 ماه من روی این کار کردم که آها. این طرحیه که کشوه خدا رحم کنه خود بخره من ورشکن با مسکن وقتی که خدا رحم نمیفروشه. و اینم یکی از اختراعات شماست. این کاسانیته رو که اسپانیایی استفاده میکنن تو دست میگیرن میزنن و به این صورت در آوردم که رو هر سازی وصل میشه، رو کاخون، تنبک، رو هر سازی که بخواید وصل میشه، رو گیتار حتی. و این و الان هم با نوازنده خود اسپانیا شما کار میکنین؟ یعنی فقط ساز میسازین تو این کارخونه که دارین؟ که الان یه سری موزیسیان ها رو آشنا دارم که باشون کار میکنم از آمریکای لاتین، اکوادور، اسپانیاس و کشورهای دیگه است. خیلی وقتا میان اینجا با هم دیگه ساز میزنیم یا برنامه‌ای هستش اونها من دعوت میکنم دیگه میزنیم چی در میاد از آب دیگه تمرین میکنیم تا ببینیم چی از آب در میاد. Thank you.
خب آهنگی رو که شنیدیم مجید کرمی نواخ خود از دوستان فلامینکو نوازش در کارخونه در لابراتوار و حالا به زیر خواهیم اومد اینجا در کنار این تپه و سبزه آهنگ دیگه رو خواهیم شنید از مجید کرمی. ولی قبل از اون نگاهی بکنیم ببینیم که این سازاشو چطوری درست میکنه. وارد کارخونهش بشیم. همه کارا اول اینجا شروع میشه، چوب بریده میشه، چه چارچوب مثلا این کاخون و این همه چی درست هر چی درست میکنم بدیم. اولش چوبی که میخوام ببرم ببریم ببینیم چطوری میبره. این به این خیلی. صورت چوب بریده میشه. آها که میبینی این تنبک شده اصلا کاملا این تنبکه. خیلی معجزه کردی داشت. قطعه بریده میشه و به هم وصل میشه و الان اینجا من توقای دف رو دارم در سه اندازه مختلف بحبا. که اینا به این صورت ساخته میشه و وزنش همونطور که میبینید چوب مخصوصی که خیلی سبکه. یعنی من حد اقل وزن دف رو نگه داشتم بین 800 تا 900 گرم در میاد. جدی؟ آره دیگه. چون اینا تیکه تیکه من نگاه میکنم. این 32 تیکه چوبه که به هم چسبیده چرا شده. چرا بهتر میشه یعنی؟ ببین به این صورته دیگه. این چوبا به هم چسبیده شده. این داخل همین دفه که از توش در اومده. آها یعنی اینجوری. این اضافه اینه. تنها کاری که تونستم بکنم تونستم که وزن اینو در اون حدی نگه دارم که نوازنده بهش سخت نگذره و بتونه سازو تو دستش نگه داره. من جای پیچه برای کوکه و اینجا 12 تا پیچه که با آچار آلن اینا بسته و باز میشه و میتونی سازو کوکش کنی و تو رطوبت و هر جایی که باشه دیگه مشکلی نداره. کاش که آدم ها اینجوری بودن. این وسایلی بوده که داشتم. الان سالیان سال با هم دیگه رفیق شدیم و با هم تا حالا چند تا ساز ساختی فکر می‌کنی؟ تا حالا تنبک و یه چیز بوده 300 400 تا دونه درست کردم. دف و اینا 500 تا اینطورا میرسه. چون الان دف و خیلی خوب میفروشن تولید میکنن. چند تا ساز داشته باشم تا حالا بر نگردونن. انداختم بیرون ولی بر نگردونن. و اینم دیگه قسمت خصوصی تر دستگاهاتونه که دیگه با دست اینا کار میکنید. مرکز کار من این دستگاهه که تمام طوقای دفا تنبک همه اینجا اینجا بریده میشه. اونم وسایلشه دیگه تیشه و تیغایی که باش استفاده میکنم. میخوای توضیح بدیم اون چطوری ما رو یاد بگیریم؟ این ابزارهایی که به وسیله این تراش داده میشه و تیغایی مختلف هستش، فرمای مختلف هست که با هر کدومش یه قسمتی از کار رو میتونم انجام بدم. این مال چه کاری؟ تیزیش ما خوش این برای بریدنه، برای برش و برای خالی کردن توی چوب هستش. اینا این مثلا تیغای مختلف برای صاف کردن چوب هست. نوک خودکاری چیز از برعکس میندازه، هم برعکس میگرده هم از این بر میگرده هم از اون بر. برنامه کوک وارد مرحله یا نقطه جغرافیایی تازه میشه در اسپانیا. اومده روی کوتپش، کوتپای قشنگ است کنار دریای مدیترانه است. گفتیم دلی به سبز و صحرا بزنیم. صحرا که نه، صخره و سنگ بزنیم. در این قسمت از برنامه مجید کرمی از کارخونه لابراتوارش اومد بیرون. گفتیم که بس بیا اینجا روی این پشت بون گروهی رو که دور هم جمع کرده برای ما یک آهنگی رو بزنن، آهنگی به اسم دختری با موهای سیاه. Thank you.
موچو بیانو نه؟ موچو گراسیا شما ایتالیا اسپانیا قاطی شد در هر حال خیلی ممنون هستم مری جان و گروه شما یور نیم؟ لتیفیا لتیفیا لتیسیا گفتنش نکن لطیفه باشه ایشون نه لتیفیا اند یور نیم؟ آی ام لوچو لوچو وير یو فرام؟ من اسپانیایی هستم مال مالاگا و اکوادور. خب این گروه ترکیبی جالبی از آب در آمد یا نه فهم میکنی؟ والا اینا ما با هم رفیق هستیم گهگداری با هم دیگه کار میکنیم کار حرفه‌ای من موزیک نیست ولی با همینطوری با هم رفیق هستیم بهشون نگی نه یکی میکنی نزنن دیگه با شما بگی حرفه‌ای نیست خب من بین خودم فارسی داریم این سازه کوبه ایرانی به درد کار شما میخورن؟ آره چون این روزها تلفیق موسیقی و ادغام فرهنگ ها خیلی متداوله و فکر میکنم با این کار یک صدای شرقی به ترانه هامون اضافه شده و این برای موسیقی ما خیلی مناسبه و شما خاطره چنگ و دف رو که تو مینیاتورا دیده بودیم الان زنده کردین؟ تقریبا توی زمین ناخودآگاهمون فکر کنم ضبط شده. ضبط شده. آها همینجوری مونده. ولی خب خیر چند وقت با هم تمرین و اینا دارین کلا؟ ما الان حدود 8 ماه که هم دیگه میشناسیم. ادامه خواهیم داد؟ آره حتما. خب فولی ها. خیلی از تهدید آره نگفتی ها. پس اگه راستشو میگی یک آهنگ دیگه باز بزنین. یک آهنگ دیگه برای ما خواهند زد. گروهتون اسم داره؟ نه ما گروه اکو اسپانیران که الان اسمشون رو گذاشتیم در این منطقه از اسپانیا که کوه سیرا نوادا پشت سر اون هست کوه معروف که روش اسکی میکنن و دریای مدیترانه روبروی ما هستش آهنگ بعدی رو اجرا میکنن خواهش میکنم بلند شین بریم اون ور بشینین منظره قشنگتره در این روزی که هواش بهاری ولی نمیگم چه فصلی داریم فیلم برداری میکنیم در جنوب اسپانیا هستیم که ساحل خیلی خوش رنگی داره و کوهاش هم نسیمی میوزه ولی متاسفانه بوی ماهی سرخ کرده از این رستوران داریم میاد که وقت نهار یعنی سیستا یعنی خواب بعد از ظهر به زودی شروع میشه ولی قبل از اون در زیر پای ماهی غاری هست غار کوئوا د نرخا که در اونجا زیر قندیل‌هاش مجید کرمی منتظره که برای ما بنوازه و باهاش دو کلمه گپ بزنه غار جالبیه و اینجا هم کنسرت میدن دیگه درسته؟ اینجا تابستون ها کنسرت میدن و گروه باله و اینا میرقصن جنوب اسپانیا جای خوبی هست برای دنیای موسیقی که شما هستی توش سازه کوبه ایرانی و سازسازی و والا اینجا موسیقی فلامینکو همه جای دنیا معروفه و کاخون زنای کاخون نوازای خیلی قوی دارن و گیتاریستای خیلی قوی دارن و میشه گفت اندلس مرکز فلامینکو و این که همش میگن نمیم موسیقی شرقی اینجا تأثیر گذاشته واقعیت داره یعنی تو موسیقی شما اینجا تجربه میکنی میبینی آثاری از موسیقی نمیم ایران یا عرب ها رو در این قسمت از دنیا
موسیقی عربا یه کتابی هست به نام ایران و اسپانیا که من توی این کتاب خوندم. نمیخوام خیلی متعصبانه در این مورد صحبت کنم. در نه کتاب رو ول کنیم. در تجربه خود شما تو جنوب اسپانیا با موسیقی خود اسپانیا کار کردی، کافه ها میریم میزنیم با هم دیگه، حس کردی این رگه شرقی توی موسیقی اینا هنوز مونده تو اندلس یا نه؟ مطمئنن. مبحث خیلی طولانی هستش که نمیشه الان در موردش صحبت. مجیدان تو در سه کشور مختلف تجربه کردی، سازای کوبه ای و ساز زدن تو ایران، آلمان و اسپانیا. بله. سازای کوبه یه وحدتی توشون حس میکنی یا که واقعا تفاوتهایی دارن توی این کشورها؟ ساز کوبه به طور معمول بین المللی هستش، یعنی ریتمش طوریه که بین المللی هستش، ولی هر کشوری چون ریتم مشخصه هر کشوری آکسانا و نوع خودشون مینوازه. و این که شما شروع کردی اختراع کردن کوکای بادی و کوکای مختلف و سازای دولبه و چوب و پوست و اینا، چی شد که افت تو این دنیا رفتی؟ من از بچگی عشقم به این کار بوده و همیشه سعی کردم کاری رو انجام بدم که دیگران انجام ندادن و این فکری که داشتم و به صورت خودآموز من این کار رو یاد گرفتم و تا اینجا تونستم توسعش بدم. تا اینجا که تو قاره اجداد باستانی انسان ها هستش. این ساز هانگ هم که یعنی دست به زبان آلمانی سوئیسی به نام دست. ما رو آشنا کن دوباره با صداش، یه تیکه آخر برنامه رو بزنیم برای ما. حتما. یه خود ریتم ایرانی هم میتونیم بزنیم باش؟ ریتم ها سعی میکنم. خیلی ممنون. یعنی آمفی‌تئاتر که اینجا هستش در این سابق کنسرت در قاعد برنامه با آخر سیستم هم خریاد خریاد.